درود بر شما همراهان گرامی و عزیز، به کانال خودتون خوش آمدید. وزرا و مردان اقتصادی دولت رئیسی یکی پس از دیگری برکنار میشن که نشانه این مشهود از شکست وعده های اقتصادی دولتیه که با مهندسی خامنه ای و شورای نگهبان روی کار آمد تا حاکمیت یک دست شکل بگیره. اما شواهد نشان میده که روز حساب شاید زودتر از آنچه که رئیسی و خامنه ای انتظار داشتن فرا رسیده. در همین رابطه فایل صوتی سردار احمد پیکری، سردار سپاه شوشتر، که با سخنانش در این فایل صوتی از رژیم جمهوری نکبت اسلامی اعلام براءت کرد رو بشنوید. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند در قرآن می فرماید انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق فمن اهتدى علی فلنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انت علیهم بوکیل. ای پیغمبر، ما این کتاب را برای مردم به حق بر تو نازل کردیم. هر کس هدایت را پذیرفت به نفع خود اوست و هر کس گمراهی را برگزید تنها به زیان خود گمراه می‌گردد و تو مأمور اجبار آنها به هدایت نیستی. آیه 41 سوره زمر. و در جای دیگر قرآن می‌فرماید لا اکراه فی الدین. و در جای دیگر قرآن می‌فرماید انا هدینا السبیل اما شاکرن و اما کفورا. یعنی ای انسان، ما به تو عقل دادیم، راه را هم نشونت دادیم، سره از ناسره هم نشون دادیم، مخیل به انتخابی و در انتخابت هم اجباری نیست. این آیه قرآن است، نیازی به هیچ تفسیری هم نداره. ولی چرا در نظام جمهوری اسلامی الان برخلاف این آیات سری قرآن داره عمل میشه؟ مگر رهبری کلیپش من گوش دادم چند بار، نگفت امام دستور اکید داد به کسانی که به خانم های بی حجاب توهین میکنن برخورد کنید، بگیرید، بازداشت کنید؟ خود رهبری خودش از نقل قول از امام کرده، تاریخ هم هست، مکتوب امام هم هست. آیا امام گفت بعد از اینکه برخورد کردید با کسانی که به خانم ها توهین میکنن، خانم ها را هم اسید پاشی کنید، خانم ها را هم ماسمالی کنید، خانم ها را هم بگیرید بزنید تو خیابون، بگید برخود کنید باشون؟ اگر امام اینو گفته پس چرا مشخص نیست؟ اگر امام نگفته پا اراجیفی که آقای سردار رادان و دیگران میگن از تریبون‌های رسمی مملکت که مسئوله، که منصوب مقام معظم رهبری هستن، چرا میگن؟ چرا جلوگیری نمیشود از اینها؟ چرا هر کس برای خودش حکمی صادر میکنه؟ چرا هر نماینده ولی فقیه و امام جمعه حرف ساز خودش را میزند؟ چرا خلاف قرآن عمل میشود؟ چرا خلاف سیره پیغمبر علیه السلام میشود؟ چرا خلاف سیره امیرالمومنین عمل میشود؟ مگر نه قانون اساسی جمهوری اسلامی به تأثیر از قرآن و سیره پیغمبر و اهل بیت و امیرالمومنین تنظیم شده؟ پس چرا اجرا نمی شود؟ مگه در همین قانون نگفته؟ آخرین اصلش مگه نگفته هر 10 سال یک بار قابل بازنگری است؟ مگه سر 9 سال حضرت امام دستور نداد قانون بازنگری کنید؟ پس چرا 33 سال بازنگری نمی شود؟ ما تا میگیم آقا بازنگری بشود، ما میشیم آقا نمیدونم بی بصیر، ما میشیم منحرف، ما میشیم عامل، ما میشیم جاسوس. من یکی حرف میزنم، احمد پیکری هستم، بچه روستا که سال 56 با سن 11 سالگی تمثال امام تو روستا پخش میکردم. تو سال 12 سالگی به اتفاق برادر بزرگتر از کوچکتر از خودم و پدرم و خانواده و برادرها و عموزاده و دایزاده رفتیم تو شهر، گفتیم مرگ بر شاه. تو کل مراحل انقلاب بودیم، تو کل جنگ بودیم، چند بار مجروح شدیم، ریمون الان شیمیایی، اعصاب روان، ترکش، همه اینا رو داریم. دست به گلی به عنوان یک برادرم تقدیم انقلاب کردیم، شهید شده. 10 روز قبل از عروسی شهید شده. پس من نمیتونم ضد انقلاب باشم، نمیتونم منحرف باشم، نمیتونم عامل خارجی ها باشم، نمیتونم پیرو مریم رجوی و نمیدونم سلطنت رضا پهلوی باشم. من برخواسته از متن ارزش‌های جمهوری اسلامی هستم که حرفا رو میزنم. دلم میسوزه. پیغمبر که اسمت داشت از سوال میکردن، برافروخته نمیشد. امیرالمومنین که امام معصوم بود خودش میگفت سالونی، وسط خطبه ها نمازش قطع میکرد، سخنانش قطع میکردن، ازش سوال میکردن، با طمأنینه و حلم جواب میداد، پاسخ میداد، هیچ زمانی هم برخورد نمیکرد و سوال کننده رو غیر خودی بین مردم معرفی نمیکرد. از نعمت های بیت المال و جامعه اسلامی مدنیت محرومش نمیکرد. نمیرفتن خونش آتش بزنن، نمیرفتن در خونش سنگ بندازن، نمیرفتن شعار بدن بر علیهش. و مواردی که الان وجود داره در نظام جمهوری اسلامی. من سوال دارم از رهبری، مگر شما عید در مشهد نفرمودی
که امسال سار تولید و مهار تورم معرفی میکنم. بفرمایید براساس بکوبی از اعتالا دولتی که مورد حمایت شماست و با رانت نهادهای تحت حاکمیت جناب عالی با رأی حداخری رئیس جمهور شده، چقدر گرونی وجود آورده، چقدر خون مردم تو کیسه کرده. مگر امام به مهندس میرسن موسوی نگفت اگر اقلام یک ریال گرون کنی دادگاهیت میکنم؟ پس چرا شما رأی رئیسی رو دادگاهی نمیکنی؟ چرا یه ماشین بنجل تولید داخل پریرو 30% گرون شده؟ شب میخوابی صبح خودرو 40 میلیون گرون میشود. این چه ثباتی است؟ چرا برخلاف شعار شما عمل میشود؟ شما دم بر نمیارید. چرا ملت نمیبینند که شما ناراحتی؟ چرا ملت نمیبینند شما حرف ملت را میزنید؟ مگر این ملت ولی نعمت نیستند؟ مردم این ملت کم برای انقلاب خون دادند، زحمت کشیدند، جانفشانی کردند. پس از 2.5 ماه از شروع اعتراضات در شهرهای مختلف بود که شاهد کنارگیری برخی از عوامل سپاه پاسداران جمهوری ننگین اسلامی بودیم که از سمت خودشون استعفا میدادن و به مردم میپیوستن. اما روز جمعه 27 آبان بود که سردار احمد پیکری با سخنانش خطاب به سردار نقدی اعلام کرد که یا خودتون برید یا به زور شماها رو بیرون خواهیم کرد. مگر مالک نیستن؟ مگر شما خادم نیستید؟ مگر امام نگفت ما همه فدای ملتیم؟ پس چرا ما الان چیزی نمیبینیم به عنوان فدای ملت؟ چرا برخورد نمیشود؟ شما میفرمایید انتخابات حداکثری با چه عمل زوماتی؟ با کاندیدای 7%؟ با همین نمایندگان مجلس فعلی؟ با نظارت استصوابی؟ با اینکه فقط افرادی تایید بشوند که مورد تایید حاکمیت باشند؟ فقط در برابر حاکمیت سمون بکمون امیون باشند؟ مطیع ولا غیر؟ من سوالم اینه، اینا منتخبین ملتند یا منتخبین حاکمیت؟ اینطوری که نمیشه نظام جمهوری اسلام. نظام جمهوری اسلامی حرف اول آخر مردم میزنند. مردم با نظارت استصوابی بیشتر از 20%، 30% نمیان رأی بدن. پس بنابراین کسانی که رأی میارن مشروعیت ندارن. مشروعیت زمانی دارن که بالای 50% رأی بیارن. در انتخابات گذشته ریاست جمهوری و همه داریم میبینیم چند درصد رأی دادن. در انتخابات مجلس 97 هم دیدیم قالیباف رئیس مجلس 7% آرا تهران و ری و شمیرانات و نمیدونم اسلام شهر آورده. به اندازه نفر 30 شورا شهر 96 رأی آورده. یعنی 93% مردم تهران و هم رأی ندادن. این فاجعه است برای نظام جمهوری اسلامی. واقعا جناب مقام معظم رهبری، اگر دلت برای جمهوری میسوزد، اگر دلت برای انقلاب میسوزد، دستور بده این نظارت ناسباب استصوابی برداشته بشود. هر کسی محکومیت قضایی ندارد، هر کسی محکومیت دادگاهی ندارد، هر کسی محکومیت امنیتی ندارد تایید بشود. بذارید مردم حس کنند. چرا هزینه حس را باید نظام جمهوری اسلامی بدهد؟ چرا من جانباز رزمندی کاندید می شوم به بند 1 ماده 28؟ چون انتقاد از عملکرد جناب عالی دارم. سوال از شما دارم. من غیر خودی می خونم، رسالت می کنم، الزام عملی نداری. پس چطور مقام معظم رهبری، مگه خود جناب عالی در زمان دور دومی که آقای مهندس میرسن موسوی نخست وزیر شد و شما مخالف ایشون بودی، 98% نمایندگان مجلس به سرکردگی شیخ محمد یزدی به امام نامه نوشتند. حالا که حرف شماست 98 تا پوزبند بیاد برای ما که مجلس درمون رو ببندیم. چرا دور بعد تایید شدید؟ مگه شما نگفتی من 99 هستم؟ چرا کسی به شما تعدی نکرد؟ چرا شما را زده ولایت نخوندن؟ چرا شیخ محمد یزدی و 97 نفر دیگه تایید صلاحیت شدن؟ ولی الان هر کسی کوچکترین انتقادی از شما و نهادهای تحت حاکمیت شما بکند برای همیشه مور قرمز میخورد. یا با هماهنگی شما این مور میخورد که اجعاف است به قانون، به نظام جمهوری اسلامی، یا بدون هماهنگی شماست که شما باید برخورد کنید. شما نفر اول این مملکت هستید. برخورد کنید با بی قانونی ها، برخورد کنید با فراقانونی ها. بگذارید ملت تعیین سرنوشت بکنن. مگه امام نگفت ما همه خادم ملت هستیم؟ مگه امام نگفت ما همه فدای ملت هستیم؟ مگه نگفت ملت به هر کس دوست دارن رأی میدن؟ من نمیخوام به ذوق حاکمیت رأی بدم. با این مجلس فعلی و کاندیدای آینده که از همین قماش هستن، شما انتظار داری انتخابات پرشور برگزار بشود؟ الان من به شما میگم به عنوان یک ایرانی، به عنوان یک فدای نظام جمهوری اسلامی، این چنین چیز امکان پذیر نیست. مردم نفس تازه میخواهند، حرفهای تازه میخواهند. مردم وکیل واقعی خودشون را میخواهند، نه وکیل حاکمیت، وکیلی که جرأت نمیکند یک کوچکترین دفاع از قانون اساسی بکند. این وکیل نیست. ما زمان شاه هم داشتیم افرادی که از دربار بهشون گفتن این حرفا رو نزن، گفت به دربار چه مربوطه، من وکیل ملتم. الان ما در قانون اساسی وکیل ملت باید حرف بزنه. کدومشون میزنن؟ کدوم زده بر علی نهادهای تحت امر جناب عالی بعدش تایید صلاحیت شده؟ چه انسان‌های پاک، مخلص، شهید داده، شهید زنده، جانباز آزادی پاک دامنی که هیچ تو پروندهش نبوده الا انتقاد، حذف شد از سیستم مملکت، از سیستم وکالت،
اگر میخواهید حکومت کنید اعلام کنید حکومت. حکومت اسلامی است. عین کشورهایی که ادعای اسلامی میکنه حکومت میکنه. اگر واقعا میخواهید مرام امام ادامه بدید، قانون اساسی رو اجرا بکنید، پس جمهوریتش رو کامل در نظر بگیرید اجرا بکنید. مردم حق انتخاب دارن. انتخاب یعنی من در بین جمعی از نگاه‌های مختلف نگاه هم سوی خودم انتخاب بکنم. انتخابی که از سلیقه خودم باشه، از نگاه خودم باشه. نه اینکه من به ذوق شورای نگهبان حاکمیت رأی بدم. همین است آقا. 4 تا سیبن، سیب قرمز، سیب سبز، سیب زرد، سیب گلابی، سیب انتخاب بکن. این اسمش انتخاب نیست، این اسمش اجباره. انتخاب اینه که من برم تو میوه فروشی هر میوه خودم و خانوادم دوست دارم انتخاب کنم، سلکشن کنم و پولش بدم. خواهشن به جمهوری توهین نشه. خواهشن اگه خواهان انتخاباتی پرشور در اسفند ماه هستید، نظارت ناسواب استصوابی رو حذف کنید. مردم یه خونکی رو ببینن از دهن رهبرشون و رهبر دستور داده عملی هم اجرا می شود. هر کسی پرونده محکومیت قضایی ندارد، نمیدونم پرونده جاسوسی ندارد، 4 تا استلامش مثبت بود تایید بشه. برای چی مردم به جرمی که آقا نمیدونم کوشتن انتقاد از سیستم حاکمیتی و شخص رهبر داشتنه یا نهادهای تحت امر رهبر باید محروم بشن از وکیل شدن مردم، از مدیر شدن که به مردم خدمت بکنن؟ این چه سیستمیه؟ این کجاش جمهوریه؟ این کجاش مرام امامه؟ مگر کم آدمایی بودن زمان امام خلاف امام هر زن عمل کردن؟ کی رد صلاحیت شدن؟ کی غیر خودی خونده شدن؟ کی با نظارت استصوابی حذف شدن؟ اختلاف سلیقه که امری طبیعی نه حذف. ما به عنوان یک دلسوز میخواهیم که جمهوری حاکم بشود، نه نظر حکومتی. نظر حکومتی نظر جمهوری اسلامی نیست. اگر حکومتی باشد، من به عنوان کسی که تا الان فدای جمهوری اسلامی بودم الان میگم من این سیستم قبول ندارم، بهش پایبند نیستم، الزام بهش نخواهم داشت. ما حکومت فرد نمیخواهیم. اسلام بر نظر اکثریت. اجبار در دین برای چی باشه؟ چرا اینقدر توی مملکت هر تریبونی دست هر کسی از هر جور ملیش حرف میزنه؟ هر کسی به ذوق خودش فتوا صادر میکند؟ چرا اینقدر که در خصوص حجاب و بیهجابی آقایون داد فریاد میزنن، دل مؤمنین خونه است، دل ملت خونه است، نمیدونم فلان است، پس چرا با اختلاس، با دزدی، با غارت، با بیقانونی، با بیعدالتی، با بی مساواتی اینقدر داد نمیزنن، رگ گردن کلوف نمیکنن؟ درد دین دارید؟ دین بزرگترین شاخصش عدالته، مساواته، حقوق برابری است. امیرالمومنین خودش و خانوادهش در برابر قانون هیچ فرقی با آخرین و ضعیفترین فرد جامعه نداشت. یه فردی با هزاران مشکل میاد میره همه کاره میشه، 10 تا پست میگیره، با اون خانواده سابقه که دارن هزار تا ایراد و مشکل هست، یه افرادی که جمع شدن که واقعا اصلا انسان حیفش میاد بگه نظام جمهوری اسلامی است. من از مقام معظم رهبری میخواهم، مطالبه میکنم، چون نفر اول مملکت ایشونه، ایشون ناظر بر اجرای قانونه، ایشون هر مسئولی خلاف قانون اساسی میخواد برخورد کنه، موافق قانون اساسی میخواد برخورد کنه، یا وظایفش اینه که برخورد کنه، قانون حاکم بشود، قانون جمهوری اسلامی. اولین گام برای قانون جمهوری اسلامی اصلاح قانون اساسی است. دومین گام اجرای قانونه. هیچ کس موافق قانون نیست. اولین نفر که موافق قانون است خود رهبره. هیچ کس مشروعیتش غیر از قانون اساسی نگرفته. توی مملکت کی هست که با رأی مردم مسئول نشده؟ مسئول شده. وجود نداره. از نفر اول مملکت تا همه منصوب ملت بود باشن. نظام همین میگه، قانون هم میگه، سیستم جمهوری اسلامی هم همین میگه. نه جمهوری اسلامی که میل من باشه هر کسی من میگم بیاد. انتخابات آزاد این نیست که به افرادی رأی بدین که من میخوام. الان من اعلام میکنم به عنوان یک دلسوز، به عنوان یک واقعا کسی که دلم برای انقلاب و نظام و خون یاران و شهیدم میسوزد، دلم برای بدنهای تک تک شده یارانم تو بغلم که جمعشون کردم میسوزد، دلم برای پیشانیهای شکفته شده باز شده هم یاران و شهیدم تیک و داغ میشود. بگذارید این جمهوری اون چوری که امام خمینی و قانون اساسی نهاده بود ادامه پیدا بکنه. مگر امام نگفت پدران من، پدران ما حق ندارن جامعه تصمیم بگیرن؟ الان چطوری 33 سال قانون اساسی هیچ اصلاحی نشده؟ تا میخوام بگیم اصلاح آقای رهبر انقلاب بلند میشه که آقا کسانی که از تغییر قانون اساسی میگن عامل بیگانه هستن. من احمد پیکری عامل هیچ کس نیستم، عامل خودمم، عامل جمهوری اسلامی ام، عامل قانون اساسی هستم، عامل بهای خون شهدا و یاران شهیدم هستم، عامل دردی میکشم که خودم الان دارم میکشم، ریم شیمیایی جانبازم، ندای کسانی رو میزنم که روزانه با من در تماسن، یا برادر شهیدن یا جانبازن یا رزمندن یا پدر شهیدن یا آزادان یا بسیجیان یا دلسوز انقلابن یا از همشون برای انقلاب گذشتن، از این وضعیت دلخونن، میگن هر کاری بکنیم نمیدونیم با چیکار کنیم، نمیتونیم دل از انقلاب بکنیم، نمیتونیم این همه بی قانونی و فراق قانون تحمل بکنیم.
مقام اعظم رهبری خودت میدونی، اولین نفر خودتی، آخرین نفر خودتی، دستور دهنده خودتی. دلمون شاد بکن با یه حکم محکمی که جمهوریت بدون ملاحظه اجرا بشود، انتخاب به واقعی برگزار بشود، وگرنه امید نداشته باشید انتخابات پرشوری در اسفند ما برگزار بشود. با قول امام، مجلس اساره فضائل ملت نیست. اگر میخواد که اساره ملت باشد، اگر میخواد در رأس امور باشد، پس کسی در کارهای مجلس دخالت نکند و در رأس امور باشد. و السلام. بهترین ها رو برای تک تکتون آرزو دارم. روز و روزگارتون خوش.